استقامت برای وطن، اعتماد به نفس، کرامت انسانی، وقار ملی، اعتبار سیاسی، اقتصاد پایدار، افتخار با عزت را به مردم افغانستان و ارمغان می آورد. هموطنان گرامی سلام، من پیام دارم. پیام من استقامت برای وطن است. استقامت برای وطن یعنی مردم افغانستان باید از خودشان حمایت کنند. همه با هم از پولدار و غریب، پیر و جوان دست همکاری بدهند، استقامت برای وطن را عملی سازند. چنانچه شنیدیم و میخوانیم نسل قبل از ما قیام علیه انگلیس و روسیه را تجربه کردند و موفق شدند. بعد از موفقیت در دفاع از وطن علیه روسیه، گروه‌های نظامی و احزاب سیاسی به خاطر تقسیم قدرت و جنگ داخلی پرداختند و در ادامه جنگ داخلی طالبان را به وجود آوردند که از یک تعداد مردم افغانستان در پاکستان شکل گرفته بود و توسط کشورهای بیگانه هدایت می‌شدند. در 6 سال حکومتشان در دور قبلی مردم افغانستان را در سخت‌ترین شرایط قرار داده بودند. در دسامبر سال 2001 حکومت طالبان توسط ایالات متحده و کشورهای اروپایی نابود شد و در سال 2002 نظام جدید روی کار آمد. طبق شرایط، امکانات، تجهیزات و سهولت‌های فراوان در افغانستان سرازیر شد. در مدت 20 سال پیشرفت‌های گوناگون در عرصه‌های مختلف به وجود آمد. اگر کمی به عقب برگردیم، طالبان در سال 2006 دوباره شکل گرفت و 14 سال طالبان با جنگ‌های چریکی و انتحاری حملات فراوانی را بر مردم افغانستان تحمیل کرد. ولی بدبختانه در 15 آگست سال 2021 دوباره قدرت را در توانی سیاسی تصاحب شدند و فعلا افغانستان را در شرایط سخت و طاقت فرسا قرار داده اند. فعلا مردم افغانستان به خاطر شرایط سخت از کشورشان پا به فرار شده اند که بیشترین تعداد پناهجویی را در کشورهای ایران و پاکستان انجام می دهند، اما اندکی از طریق ایران و پاکستان و کشورهای دیگر جهان می روند. در ایران این روزها با شدیدترین تحقیرها و بدترین توهینها که در مدت 30 سال قبل نیز تحمل کرده بودند دوباره روبرو شده اند. بنابراین پیام من این است، بیایید استقامت برای وطن که استادگی و پایداری ملی است در کشور به وجود بیاوریم و باید عبرت بگیریم، بیاموزیم تا شرایط سخت را در کشور خود تحمل کنیم. بیایید با شرایط سخت در کشور خود سازگار شویم. بیایید با ایجاد استقامت برای وطن، اعتماد به نفس، کرامت انسانی، وقار ملی، اعتبار سیاسی، اقتصاد پایدار را به خود و افغانستان به ارمغان بیاوریم. با اعتماد به نفس و همپذیری دیگر طلبی را به وجود بیاوریم. در شرایط کنونی باید علف بخوریم، چوب بخوریم، سنگ بخوریم، اما از تحقیر، توهین و بی‌حرمتی در کشورهای دیگر خود را حفظ کنیم. استقامت برای وطن، مردم افغانستان کشورشان را از چنگ تروریسم کشورهای همسایه بیرون کنند. مردم افغانستان باید از مثال زنده دو کوریای جنوبی و شمالی بیاموزند. آن دو کشور در سابق یک کوریا بودند، توسط ژاپن مورد هجوم قرار گرفته بود. در زمان هجوم ژاپن به کوریا،
مردم آن کشور در بدترین شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روبرو شده بودند. ژاپنی ها حتی از مردم کوریا به عنوان برده جنسی و برده کار شاخه در جریان جنگ جهانی دوم استفاده میکرد. ولی بعد از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، کوریا از هم جدا شدند و کوریای شمالی و کوریای جنوبی تقسیم شدند. حالا دو کوریا، یکی صاحب سلاح اتمی شده و دیگری هم به یکی از کشورهای صنعتی جهان مبدل شده است. همچنان مردم افغانستان باید از استادگی مردم اوکراین در مقابل هجوم دومین قدرت نظامی جهان که استادگی بسیار خوبی را از خودشان دادن بیاموزند. مردم اوکراین تقریبا روسیه را به شکست روبرو ساخته است. نسل جوان افغانستان به جای تحمل بدترین توهین و تحقیرها در کشورهای همسایه به خصوص ایران و دیگر کشورهای جهان باید سختیها، کاستیها و مشقتها را توسط استقامت برای وطن در افغانستان تحمل کند. استقامت برای وطن افغانستان را در آینده به یک کشور مستقل مبدل می کند و به مردم افغانستان وقار با عزت می بخشد. لطفاً پیام استقامت برای وطن را هم رسانی کنید تا اعتماد به نفس، کرامت انسانی، وقار ملی، اعتبار سیاسی در میان نسل جوان افغانستان به وجود آید و در آینده یک افغانستان مستحکم و باثبات را داشته باشید. بارم هموطنانم در ایجاد استقامت برای وطن با من همصدا شوند. از همراهی و همرسانی این پیام از شما قبل از قبل سپاسگزاری می‌کنم.